سرخط خبرها و مهمترین ها. امرالمعروف طالبان در هرات مانع گشت و گذار زنان بدون چادری با وسایل نقلیه می شود. طالبان یک محموله از باب بازی جنسی وارداتی از ایران را آتش زدند. و همچنان در پایان آزادی اولین ولایت مرکزی پیش از پیش به همتان مبارک باد. مشروع خبرها. رسانه افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد. منابع مردمی در هرات گفتند که ماموران گشت امرالمعروف طالبان به زنان و دختران بدون چادری اجازه رفت آمد با تاکسی و سه‌چرخه نمی‌دهند. به گفته این منابع، گشت ماموران طالبان از روز دوشنبه این وسایل را بررسی می‌کنند. منابع ملی در هرات همچنین گفتند که این ماموران در سطح شهر زنان و دختران را که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنند از تاکسی ها و سه چرخه ها پایین می کنند و بر رانندگان هشدار می دهند که آنها را زندانی می کنند. منابع افزودند که متعصبان طالبان در تمام چهارراهی ها و مناطق پر ازدحام مانع رفت آمد زنان بدون چادری با تاکسی و سه چرخه شدند. فرشته، یکی از ساکنان شهر هرات گفت زمانی که او و دوستش با سه‌چرخه به سوی مرکز شهر می رفتن، ماموران امرالمعروف طالبان او و دوستش را به بهانه نداشتن چادری در خیابان فرهنگ از سه‌چرخه بیرون کردند و به راننده هشدار دادند که نباید زنان بدون چادری را سوار سه‌چرخه کند. یک راننده سه‌چرخه هم گفت که در سه‌چرخه‌اش چادر گذاشته که اگر با زنان بدون چادری برخورد کند آنها را بپوشند، در غیر آن او زنان بدون چادری را انتقال نمی‌دهد. برخی منابع هم می‌گویند که شمار از این رانندگان به دلیل عدم رعایت دستور من انتقال زنان و دختران بدون چادری به اداره ترافیک هرات معرفی و جریمه شدند. طالبان یک محموله از باب بازی جنسی وارداتی از ایران را آتش زدند. به گفته یک منبع آگاه، طالبان با این استدلال که از باب بازی های جنسی برای سلامتی ضرر دارد آنها را آتش زدند. دو منبع ملی در ولایت نیمروز گفتند که طالبان هفته قبل یک محموله از باب بازی جنسی شامل آلت های مصنوعی را آتش زدند. این منابع گفتند که این محموله از باب بازی جنسی از ایران وارد گمرک نیمروز شده بود. یک منبع آگاه گفت که محموله از باب بازی های جنسی به مدت چندین ماه در گمرک نیمروز توقیف بود و دادگاه عالی طالبان دستور سوزاندن این محموله را صادر کرد. با بازرگانان هم هشدار داده است که از وارد کردن از باب بازی های جنسی به افغانستان خودداری کنند. او افزود که این محموله در منطقه در فاصله حدود 10 کیلومتری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آتش زده شد. در حمله جبهه مقاومت ملی در بغلان یک عضو طالبان کشته و دو تن مجروح شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان صبح روز سه شنبه 27 سرطان در ادلایه ای گفت اعضای این جبهه شب دوشنبه در منطقه تصدی در ولسوالی نهرین ولایت بغلان به یک قرارگاه طالبان حمله کردند. در ادلایه جبهه مقاومت ملی آمده است که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو تن مجروح شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نمیگویند. لاف سیاسی ریشه‌کن کردن تروریسم. فارغ از موضع‌گیری افغانستان، پاکستان قاطعانه میخواهد که با تمام منابع تروریسم را از خاکش ریشه‌کن کند. این اتفاق فارغ از این که کابل گروه‌های تروریستی را در خاکش مهار میکند یا خیر روی خواهد داد. این گفته خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان که گفته این گروه توافقنامه دوحه را با آمریکا امضا کرده نه دولت پاکستان. تنش تازه میان طالبان و اسلام آباد پس از آن رخ داد که شماری از افراد مسلح بر یک مرکز ارتش پاکستان در منطقه جنوب ایالت بلوچستان حمله کردند که به کشته شدن بیش از 10 سرباز آن کشور انجامید. پس از این حمله وزیر دفاع پاکستان با انتقاد از پناه دادن طالبان افغانستان به اعضای TTP از طالبان خواست تا در چارچوب توافقنامه دوحه جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را بگیرند. این اظهارات و واکنش ذبیح‌الله مجاهد را در پی داشت که گفت طالبان با پاکستان بر اساس توافقنامه دوحه برخورد نمی‌کنند. خواجه محمد آصف دوباره در پاسخ به مجاهد تاکید کرد که طالبان بخواهند یا نخواهند کشورش تروریسم را با تمام ابزار نابود می‌کند.
این اظهارات وزیر دفاع پاکستان در حال مطرح می شود که دولت این کشور در صدر نهادهای عمومی و پرورشنده تروریسم جا دارد و در هیچ زمان از اراده جدی و صادقانه در مبارزه با تروریسم برخوردار نبوده و همیشه با این پدیده بازی کرده است. ارتش پاکستان نقش بسیار برجسته و پررنگ در رشد تحقیقات صنعت ترور داشته و بیشترین سود را از این صنعت به دست آورده است. نظامیان پاکستانی از چند دهه به این سو برای رسیدن به اهداف استراتژیکشان گروه های تروریستی را ایجاد و مدیریت کردند. طالبان یکی از این گروه ها است که سرانجام به کمک ارتش پاکستان توانست بر افغانستان مسلط شود. مقام های پاکستانی که در آغاز این پیروزی را جشن گرفتند حالا پی بردند که موفقیت طالبان در افغانستان چندان هم سود کلان برای آنها نداشته و برعکس دردسرهای اسلام آباد را بیشتر کرده است. در واقع پیروزی طالبان در افغانستان تحریک طالبان پاکستانی را چه از نظر روانی و سیاسی و چه از نظر مالی و تدارکاتی در موقعیت بسیار بهتر قرار داده است. با باور این گروه جهاد در افغانستان به پیروزی رسیده و حالا نوبت پاکستان است. نه تنها TTP بلکه تمام گروه های تندرو اسلامی در پاکستان حالا از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان راضی و خوشنودند و آن را گام به پیش برای تطبیق پروژه جهاد جهانی میدانند. شگفت‌آور نیست که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان بر ارتش این کشور افزایش یافته است. تجدید حملات تروریستی در خاک پاکستان به این دلیل نیست که طالبان افغانستان به اعضای TTP آزادی عمل کامل داده و هم امکانات را در اختیار آنان گذاشتند تا بر ارتش پاکستان حمله ور شوند. مسئله به این سادگی نیست. طالبان افغانستان تلاش زیاده کردند تا TTP را مهار کنند. انتقال اعضای این گروه از امتداد خط دیورند به شمال و غرب افغانستان بخش از این تلاش ها است که مورد استقبال دولت پاکستان نیز قرار گرفته است. اما طالبان پاکستان مثل طالبان افغانستان و دیگر گروه های تروریستی به گونه کامل قابل مهار نیستند. این گروه ها به خوبی هنر در زدن محدودیت ها را بلندند و به دلیل ساختار مافیایی که دارند همزمان می توانند با چند چهره وارد میدان شود و حتی در صورت تجدید فشارها به خدمت اربابان جدید در بیایند. مبارزه با گروه های تروریستی در اکثر مواقع به جای اینکه به نابودی این گروه ها منجر شود به گسترش فعالیت سازمان ها و شبکه های تروریستی انجامیده و سبب پیچیده‌تر شدن جنگ علیه تروریسم می شود. این پیچیدگی منجر به فرسایشی شدن جنگ شده و در نهایت زمینه را برای پیروزی گروه های تروریستی مساعد می کند. تسلط طالبان بر افغانستان مثال خوبی در این زمینه است. تروریسم در افغانستان و پاکستان خیلی ریشه‌دارتر از آن است که باید با یک یا چند عملیات نظامی زودگذر و مقطعی از میان برود. این عملیات ها در کوتاه مدت می تواند سودمند باشد، اما در دراز مدت نه تنها سودآور نیست بلکه تروریسم را بیشتر تکثیر می کند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.